پایگاه یکم شکاری خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبانان خوب گردان فانتوم ایلیکان درآیید. بیست و یک فروردین ماه سال روز اعدام سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی به دست خمینیون در سال 1358 می باشد. روانش شاد و یادش گرامی. تاپگان ژنرال ارتش بود خلبان امیر حسین ربیعی 11 اسفند 1309 در کرمانشاه متولد شد و از خلبانان تیم آکروجت تاج طلایی و نیروی هوایی شاهنشاهی بود. در سال 1355 پس از مرگ نابهنگام ارتش بود فضائل، فرمانده وقت نیروی هوایی در جریان سانحه هوایی به دستور محمد رضا پهلوی به مقام فرماندهی نیروی هوایی ایران رسید. ربیعی از دبیرستان هدایت تهران مدرک دیپلم خود را دریافت کرد. سپس وارد دانشکده خلبانی می گردد. در دوران خدمت به پایگاه‌ها و مراکز شرکت‌های هوایی معتبر جهان سفر نمود که از جمله می توان پایگاه‌های هوایی فورستنفلد بروک در مونیخ آلمان غربی سال 1958، ویلیامز، نلیس، تراویس، ادواردز در ایالات متحده اشاره کرد. او به کمپانی‌های هواپیماسازی بوئینگ و شرکت نورتروپ در سال 1974 ملاقات نمود و با ژنرال‌های سرشناس آمریکایی براون، کارتون و رایان آشنا شد و ارتباط برقرار کرد. تیمسار ربیعی در جریان بازدید از پایگاه هوایی تراویس از فرمانده به نام‌های آریان 19 ساله و آرمان 13 ساله داشت. تیمسار ربیعی به ورزش علاقه داشت، به خصوص تنیس و اسکی روی آب. مشروب نمی‌خورد و سیگار نمی‌کشید. به زبان انگلیسی بسیار مسلط بود و توانمندیش در ترجمه و بیان با یک شهروند آمریکایی برابری می کرد. And we cannot fight with our heart. We are between the people and we are a part of the people. There is no success, there is no hope. If anyone wants to fight with his heart and his people heart. در فن خلبانی تسلط ویژه‌ای داشت و می توانست با هر وسیله پروازی که در دسترسش باشد پرواز نماید. ربیعی از طرفداران آمریکا بود، به ویژه در مورد الگوگیری از نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا. او همواره برای مشاورین ایالات متحده در ایران کمک مهمی به حساب می آمد. در خصوص برخی از دوره‌های تحصیل و دوره‌های نظامی تیمسار امیر حسین ربیعی 1329 تا 1330 دانشجوی دانشکده خلبانی، 1331 آموزش خلبانی در پایگاه‌های ریز ویلیامز نیروی هوایی ایالات متحده، 1338 دوره استاد خلبانی در پایگاه هوایی فورستنفلد بروک آلمان غربی، 1339 دوره عالی مدرسه افسران اسکادران پایگاه هوایی ماکسون آلباما ایالات متحده، 1343 مدرسه استاد خلبانی F5 پایگاه هوایی ویلیامز آریزونا
ایالات متحده 1352 دوره عالی مدیریت 5 هفته‌ای مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده مونتری کالیفرنیا دوره آموزش خلبانی جت آلمان غربی دوره آموزش استاد خلبانی جت آلمان غربی کالج فرماندهی و ستاد ایالات متحده دوره مدیریت ADC دوره عملیات هوازمینی AG و کسبای آلمان غربی مدارک تشویقی نشان افتخار درجه 2 و 3 نشان لیاقت درجه 2 و 3 مدال خدمت درجه 2 و 3 نشان پاس درجه 2 نشان همایون درجه 3 مدال 2500 ساله سلطنتی تشویق در دستور همگانی ارتش تشویق بار 2، 3 و 5 بار مسئولیت ها رئیس باشگاه هوایی عضو باشگاه شاهنشاهی کشور 1335 تا 1338 خلبان شکاری در گردان یکم شکاری مهرآباد تهران 1336 تا 1338 دوره استاد خلبان جت در نیروی هوایی ایالات متحده در محل پایگاه هوایی فورستنفلد بروک 1341 تا 1344 فرمانده اسکادران در گردان دوم شکاری 1345 و 46 مدیر عملیات گردان یکم شکاری تهران 1337 تا 41 عضو تیم آکروجت تاج طلایی با هواپیمای F-84 1341 تا 48 فرمانده تیم پروازی آکروجت تاج طلایی 2 ماه خدمت در سمت فرماندهی اسکادران حافظ صلح سازمان ملل متحد در کنگو فرمانده اسکادران 3 جت 84 گردان شکاری فرمانده اسکادران 4 شکاری بمب‌افکن پایگاه 2 شکاری فرمانده اسکادران 110 شکاری تاکتیکی پایگاه 1 شکاری رئیس عملیات پایگاه 1 شکاری جانشین فرمانده پایگاه 1 شکاری فرمانده فرماندهی تاکتیکی هوایی 1355 تا 57 فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی پس از واقعه انقلاب وی توسط نیروهای انقلابی دستگیر شد و به دادگاه انقلاب سپرده شد ابرمرد آسمان ایران که جز میهن پرستی و خدمت در پرونده عمر پربارش یافت نگردید توسط صادق خلخالی و آیت الله آذری به جرم شرعی و بیپایه فساد فلعرض متهم و در پاسخ خلخالی اظهار داشت من مفسد فلعرض نیستم من مفسد فسما هستم سپهبد ربیعی در پاسخ به خلخالی که گفت تیمسار چرا اجازه ندادی در پادگان باز شود تا انقلابیون به داخل بیایند؟ جواب داد نیروی هوایی طویله نیست که هر کسی سرش را پایین بیاندازد و داخل بیاید. سرانجام پس از محکومیت در دادگاه انقلاب مفسد فلعرض شناخته و در 21 فروردین 58 در زندان قصر به حکم صادق خلخالی تیر باران شد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
55 دقیقه رو هوا مون دیگه. آمد و سه تا لوگو کرد و نه هنوز پیاده نشده، الان نشست تایی بانده. بله تایی بانده داره میاد، پاراشوتش هم باز کرد. بله حتما. خیلی هم گویا خوب و ریلکس و با اطمینان و راحت و صداشو میشنیدیم، خیلی راحت بود.